با انگیزه بودن هیچ هزینه ندارد ولی می تواند همه چیز را برای شما فراهم کند. سلام و هزاران سلام خدمت تمامی شما خوبانه که برنامه گپ نو برنامه خودتان را بیننده هستین. آرزو دارم هر کجایی که هستین جور صحتمند سر حال باشین و تا پایان برنامه برنامه خودتان را بیننده باشین. خیلی خرسند هستم از اینکه باز هم فرصت فرا رسید و حبیب ناظم برنامه را تقدیمتان میکنه با جمع از همکارای تنها نیستم، باز هم مثل همیش نصرت جان کیهان در بخش خبر خوش با ما است. نصرت هم خوش آمدید میگم دیگه، باش که خیرم شده. سلام نصرت جان. خیب خیری؟ سلام و زنده باشی. همکارا میگه واوایی شدی چطور؟ باش کدام رنگ؟ امروز رنگش بسار، امروز شب رنگ بسار تو مارد نظر مارا پوشیدی. او روز خواه انتقاد کردن، گفت کرتی تمره بگرم میره دیگه، بیخی جگری بود. انتقاد نبود دیگه، همکارا خواستن که شیک پوش بسازن. بایک سلام علیکم، ناظم جان اجازه ایت است؟ بفرمایی سای، بفرمایی. سلامونه اونه که هیله تولو گران و مینوال تا هیله چجور رو خوشحال آباد اوسی، هر چی رو اوسی جون مولا خوشحاله اونه دکی. باش که خفه نشن الان بیننده. سلامت باشید. آرزوی صحتمندی شما را داریم و برنامه را آغاز میکنیم با خبر خوش نصرت جان. اولین خبر را که میخواید نصرت جان براتون بگه من این فرم چی است؟ چی گفتنی دارم؟ ناظم جان یک موتر ساخت افغانستان، افغانستان سوپرکار یا موتر ورزشی که ساخته شده. خب. کانتینوتال که یو نمایش تا ورنده شوی و ډیر خایسته نمایش و یو ویډیو می راوړی دا بغیر سره وګورئ. بسیار خوب، یک بدرخه خیلی جالب، یک تصویر خیلی خوبه که میتونه مشوق یا تشویقگر باشه برای اجزایی که دستندرکار هستن و این موتر را ساختن. میبینیم یک چند تصویر از این نمایش موتر را، درست؟ نمایشگاه سه روزه به نام وطن ما تولید ما با حضور شماره از مقامات امارت اسلامی و سکتور خصوصی، تاجران، سرمایه گذاران، صنعتکاران، زنان کار آفرین و رسانه ها در هتل انترکانتیننتال برگزار شد. در این نمایشگاه که شرکت های دولتی و خصوصی، تولیدی و خدماتی حضور داشتند، مورد استقبال گرم و پرشور شهروندان قرار گرفت. در این نمایشگاه موتر سپورتی ساخت افغانستان نیز به نمایش گذاشته شد. بیا هم په خیر او ګرځیدای د موټر ویډیو خو مکتل ډیر خایسته موټر دی او ان شاء الله دا موټر به ډیر زر قطر تلار شي د نمایش لپاره. و ناظم جان یک خبر خوش ده ګام است. چی خبر؟ شما د موټرای بسای کلان 404 ازي د ولایت خو سفر کردین، زیات وخت مشکلات بود او اوس د ستونزې نو حل شوې دي. نوی وی آی پی موټر راغلی دی د کابل په ترمینل کې، لوی ترین ترمینل ده چې هغه وای فای او د تیارې په شکل ګارسون لري، د ډوډۍ سرویس هر څه لري او ډیر په زړه پورې موټر دی، ښایسته او نوی نوی. بسیار خوب، یک چند تصویر از سرویس وی آی پی که البته تازه با فعالیت ایجاد آغاز کرده میریم میبینیم و بازم برمیگردیم. خبرهای خوش در بخش بعدی من میگم که بخش را می داشته باشیم که اید دیگه پیش او خبرهای خوشه که او آدمی که میمان ماست قرار است باشه در برنامه، اید دیگه خبر نیست. دیگه می فهمی کی است؟ نگفتیم را نگفتیم؟ خیلی بریم یک چند تصویر ببینیم باز بر می گردیم. فعالیت های ما نو ولایت را شامل می باشه که ولایت های شمال و شمال شرق می باشه. دوستان خود زیاد گفتن که این مفهوم عصریه داره یا غذا داره، تلویزیون داره، اینترنت داره، برق داره، وای فای اینترنت داره، داخل موتر استفاده میکنه مردم. سال نو هم نزدیک است، بسیار مردم علاقه داره که مزار شریف بره. کرایش چقدر است نسبت به موترهای دیگه؟ زیاد است؟ کم است؟ بله، ازا در مورد سرویس ترانسپورت وی آی پی که وای فای هم داره، هرچند حال با اینترنت همه دسترسی داره، ولی همین اقدام هم قابل قدر است که سرویس غذا هم دارن. این هم گفتن که بگونی رایگان است برای متنهای عزیز ما که میخواین به مزار، قندوز و یک رایت دیگه هم است که سفر میکنن، میتونن سفر بکنن و بگونی رایگان هم برشان غذا توزیع میشه. و در این بخش مثل همیش مهمان داریم، اما
بخش آل احوال می خواهیم داشته باشیم. در بخش آل احوال رستم جان رسولی همکار بسیار خوب مهمان می داشته باشه و کسی را که در این بخش می خواهیم مهمان بکنه یک عزیز است که شما بیشتر در اخبار آریانو نیوز در خبرهای آریانو نیوز بینندهش می باشین، از جان سخیزاده. بله. و عزیز سخیزاده خود در برنامه میایه ولی یک خبر را میگه که خبر داری که رستم 1,000,000 افغانی را گرفته کدام جای رفت؟ اما تا یک آوازه پخش شد یک خب ما هم شنیدیم 1,000,000 افغانی ما تو میریم تلویزیون میبینیم ما خودت میریم تلویزیون میبینیم که این خبر از سخیزاده صاحب میگه که رستم کجا رفت صحیح است؟ پیدایش کرده عزام ببینن دستوری میز دو میگه یعنی هم خوش کلیپ سسلر شب همه شما هموطنان عزیز ما بازم بخیر باشه ادامه برنامه گپ نو را شما عزیزا تماشا میکنین و قلبا تشکر میکنم از اینکه تا این دم در کنار ما بودین همکاران عزیزم حبیب جان ناظم و نصرت جان بخش های جالب برنامه را تقدیم شما عزیزا کردن و خبرهای بسیار مثبت خبرهای بسیار جالب را با شما عزیزا شریک کردن ما هم یک خبر بسیار خوب به شما عزیزا در این قسمت برنامه دارم که همکار بسیار عزیزم کسی که همیشه سر و کارش با خبرها است و خبرهای خوب و گاه گاه هم ممکن خبرهای ناخوشایند را از طریق آریانو نیوز تقدیم شما عزیزا میکنه شما با چهرهش و با نامش آشنا هستین مهمان ما در بخش حال و احوال امشب عبدالعزیز سخیزاده یکی از مجریهای موفق و دوست داشتنی شبکه جهانی آریانو نیوز هستند که خوش آمدید میگم عبدالعزیز سخیزاده را سلام سلام شب بخیر بسیار خوش آمدید بخیر ممنون سلامت باشی بفرمایید چی حال چی احوال خوب هستین سلامت تشکر کارا بخیر میگذره سلامت باشه اجازه خواست یک سلام علیکم صاحب اجازه هستین بفرمایید تینگر تالاتو بلن سلام علیکم عزیز تلویزیون کورچلر عزیز ول کداش دارم امید قلمن که تین چمان بود سنگزلر سلام برم ده تقدیم قلمن سلام احترامات به خودت جناب رسولی سی به همکارای عزیز ما بخش کمره و بخش تکنیک واقعا زحمت میکشن خوشحال هستم در کنار شما هستم و مثل همیشه نگرانم هستم چون میدانم بعضی برنامه‌ها چالشی هم است و از این بابت خیلی هم نگران هستم اما به خاطر چالش ما شما صحبت‌هایی هم داشتیم وعده به این بود که زیاد آزارم نمیتین دقیقاً خب خوشحال هستیم از اینکه خودت هم شب داریم در برنامه باز هم در کنار خود هموطنان ما زیاد خودت دوست دارن سبک کاری تا بیشتر دوست دارن علاقمند هستن و در کنارش هم ما همیشه خبرهای خوب و مثبت را از خودت میشنویم در کل از همکاران ما که در بخش نیوز کار میکنن و همیشه سر و کارشان با خبر هستن چطور میگذره این روزها خبرهای مثبت بیشتر است یا هم خبرهای منفی در کل شب روز که ما میگذرانیم خبرها هم نگران کننده است هم مثبت است و هم منفی ما خبرهای مثبت را هم داریم در قسمت کانال قوشتیپه ما چند گزارش داشتیم که از آبادی افغانستان است و این خبرها واقعا امیدوار کننده است ولی خبرهایی را ما گاه گاه می داشته باشیم از طریق نیوز که واقعا این خبرها نگران کننده است این خبرها بیشتر اگر واضح تر بگوییم که از قحطی، فقر، گرسنگی و از مردمایی است که چیزی برخوردن ندارن شب را با ناامیدی میگذرانن و صبح میکنن و صبح را با ناامیدی آغاز میکنن بله خب متاسفانه موضوعات منفی اگر واقعا بررسی بکنیم بیشتر در جامعه احساس میشه البته مشکلات هست که هموطنان ما دچار هستند با امید از اینکه مشکلات همه بیننده عزیز ما حل شود و زیاد طول نکشه خب ما عبدالعزیز سخیزاده را همیشه میگم که عزیز عزیز به خاطر از اینکه نام خودش هم عزیز است خودش هم به مون رقم عزیز است ظاهرا بسیار کاراکتر آرام و عاجز را داری واقعا در اصل هم همین رقم هستی یا ای که ممکن در خانه یا با دوستا کم شوختر و شادتر باشی من معمولا در صحنه آرام هستم زمانی که در میز خبر میشینم خیلی دوستا انتقاد میکنن میگن چرا اگر رقم قار هستی ولی یک چیز عمدی نیست من بارها میگم که امو چهره رسانه مموس ولی در خانه با دوستا که ما میشینم خنده و مذاق و حتی در خانه بسیار زندگی رفیقانه داریم با
فامیل، با پدر، برادر، مادر، با همه اعضای خانواده. بسیار شوخ، بسیار مذاقی، ولی باز استیج خبر شد برعکس تغییر کرد. یک حال هوای متفاوت داره. در کل خبر به ذاتش اموت یک چیز است. ما نمیتونیم مثلا خبر لبخند داشته باشیم یا خنده بکنیم. گاه گاه میشه که ما حداقل یک تبسم کوچک داشته باشیم و او هم برمیگرده به سوژه خبر. بسیار خوب. ولی در کنار این موضوعات، من خودت واقعا در دفتر همه روزه که میبینم و امروی خود صحبت میکنم، همیشه لبخند بر لب داری و همیشه همونتو چهره شاد و با انرژی داری و خوشحال میشه. خب از خبر یادآوری کردی که بعض وقتها ممکن خبر سوژه مثبت داشته باشه، ممکن بعض وقتها سوژه منفی یا نخوشایند داشته باشه. و طرز ارائه خبر هم باید مطابقت با خود متن خبر داشته باشد. حالا ما خودت زیاد به چالش نمیکشیم. این بار چالش به خود در نظر گرفتیم که مطابقت داره با سبک کاری خودت، با پیشبرد برنامه‌های خبری که خودت داشتی و فعلا داری. آماده هستی چالش را به خودت پیش ببریم؟ مشکل نیست، اگر در توان باشه است. بسیار خوب. پس اینجا ما میز خبری نداریم، ما یک میزک کوچک داریم و از خودت خواهش میکنیم که عقب از این میز تشریف داشته باشی و اینمی متن که ما بر خودت آماده کردیم، اینمی ده باز مطابق از او بخوانیم. ما بر تشریح میکنم که چیگونه باید خوانده شود. خب چالش ما قسم است که جملات به صورت مثبت اگر نوشته شده، یعنی حالت خوبتر و شادتر و مثبتتر ما به خود داشته باشیم، این باید خودت به شکل منفی بیان بکنیم. یعنی حالت چهرهت باید منفی باشه، ولی اگر به صورت منفی گفته شده باشه، حالت چهره خودت باید برعکس باشه و متون گفتار خودت هم باید تغییر بکنه. بله، شما این متن در به شیوه سرخط نوشته، سرخطی که ما همشب در خبر هشت داریم، درست است، من اجرا میکنم، ولی تا جایی که من مطالعه کردم خبرهای سه چهار خبر مثبت است و دو خبر منفی است. دیگر مشکل نیست، این چالش را قبول میکنم. خیلی خودت زحمت نمیتیم، این ضرور نیست که پشت میز استاد شوی، این اینجا راحت میتونی که این سرخطهای خبر را بخوانی. آماده هستی؟ چون ما از شروع سال مردم خیلی نگران بود، به ویژه جوانایی که دانشگاه می رفتن، مکاتب می رفتن، هم از طبقه اوناس، هم از طبقه ذکور، و دغدغه‌شان همین بود که زودتر در مکاتب باشه. و اتفاقا شما هم اینجا همون موضوع را گرفتین. ما می خواهیم میره با مو شیوه که نفر ببینه و بگه که این آدم خوشحال است واقعا. در رابطه با باز شدن در مکاتب است، ما می خوانیم. سلام، توجه کنید به یک خبر تازه. در مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف هفتم باز شد. مسئولان تایید میکنند که پس از این دختران و پسران میتوانند به مکاتب بروند. بسیار عالی. خیلی عالی. بسیار با مو انرژی خودش و با مو حداقل ما نمیتونیم خنده بکنیم، چون امو سبک خبر و اصول خبر همیست که حداقل نشان بدیم، یک تبسم داشته باشیم، یک شادی را نشان بدیم. اگر خبر غمگین است با مو احساسش، اگر قرار باشه، چون ما در افغانستان شاهد رویدادهای بسیار نگران کننده امنیتی بودیم، گپ بسیار خوب است، 3-4 سال. خب ولی حالا برمیگردیم به سرخط دوم. سرخط دوم هم مثبت است، اما ایرا عبدالعزیز پیشتر خودت مثلا مثبت بود، سرخط مثبت هم خواندیش. حالا خبر دوم باز هم یک خبر مثبت است، یا به اصطلاح یک متن یا سرخط مثبت است. ایره باید خودت قسم ادا بکنی که بله، گویا یک سرخط منفی را میخوانی. خب چالش در حقیقت در این نقطه است. اینال سخت شد. سال 1401، یک سال پر از خوشی و سلامتی مملو از دستاورد برای هموطنان ما بود. اگر باز بسیاری را غمگین بسازی چه قسم میخوانی؟ نمیدونم. واقعا این چالش بود برای من. یعنی تکرار کنه میره؟ خب میریم به جمله دیگهش. خب. جملات زیاد است. خوشبختانه پس از 4 سال سمنک انداخته. اما تکست است؟ دقیق. و آن هم سخت. نمیشه. چون اما خبر خودش بیان میکنه که این خبر منفی نیست. و ما نمیتونیم ایره منفی بخوانیم یا بیشتر تلاش بکنیم که ایره خبر نگران کننده
جلوه بتیم برای من. دقیقا. و حال چالش بسیار سختتر در جمله یا سرخط چهارم ما است که در اثر یک حادثه ترافیکی که در منطقه ماهیپر رخ داد، چندین تن از هموطنان ما شدیداً زخم برداشتن، خدای نخواسته البته. اینال اگر ایر خودت به شکل بخونی که گویا یک خبر مثبت را میخونی، چه قسم خواد خواندی؟ ما فکر نکنم ایر خونده بتانیم، چون ما همه ساله شاهد حادثات ترافیکی هستیم در سراسر افغانستان، چون جاده ها معیاری نیست، راننده های ما هم به احتیاطی میکنن، زیاد به قوانین ترافیکی اعتنا ندارن و باعث حادثه ترافیکی میشه و تعداد از هموطنان ما همه ساله کشته میشن و زخمی میشن. سخت است من اجرا کنم و وانمود بسازم که خوشحال هستم. یک بار امتحان کن، میشه در یکان برنامه دیگه هم با این چالش روبرو باشی، باز حداقل برات یک تجربه میشه. نمیدونم، خیر است، باز کوش خودم میکنم. صحیح. خب میریم به طرف جمله پنجم. این بسیار جالب است، البته یه همکارا این متنک بر ما جور کردن، ببینیم که چی نوشته کردن. خودت به مشکل خبری باید خواهد و فکر کنم یک خبر بسیار جالب هم است، با 1 میلیون افغانی. با 1 میلیون زمانی که ما آمار میگیم در خبر، اگر بگویم که 1 میلیون افغانی، کس که میبینه و میشنه بسیار باش، یک چیز بسیار ناچیز. وقتی که ما رو برجسته میسازیم میگیم 1 میلیون افغانی و او آدم متوجه میشه که بسیار پول هنگفتی هست. من میخوانم میرم. رستم رسولی همین لحظه از دروازه خروجی برنامه صبح زندگی با 1 میلیون افغانی فرار کرد. منابع به تلویزیون آریانا گفتند که رستم رسولی امروز صبح ساعت 9 با 1 میلیون افغانی از دفتر فرار کرده و جزئیات بیشتر را همکارمان از استودیوی صبح زندگی با شما تقدیم میکند. آها، چیه خبر؟ خدای نخواسته، خدای نخواسته. و 1 میلیون هم سر پول کلان است. پول زیاد است نه؟ در این وقت بسیار به درد میخوره. خب واقعا بسیار خودت نام خدا موفق هستی، امو رقم که در اجرا و پیشبرد برنامه های مختلف سیاسی در قسمت خواندن خبر مهارت داری، در این چالش ما هم بسیار زیاد موفق بودیم و امو رقم که ما میخواستیم خودت زیباتر از او ادا کردی. پیام گفتنی اگر از خودت باقی مانده باشه و در کل اگر بر بیننده ما واضح تر بسازی که خوشترین خبری که در سال 1401 و خوشترین خبری که یا سرخطی که با هموطنان ما شریک کردی کدام بود اگر به حافظه خودت باشد، و غمگین ترین خبری که با هموطنان شریک کردی؟ دقیقاً یادم نیست رسولی عزیز، ولی پیام ما به هموطنانم این است که هیچگاه ناامید نباشند. ما یک مقوله از گذشته داریم که پشت هر شب تاریک یک صبح روشنایی وجود داره. انشالله همه مشکلات برطرف میشه. هیچگاه ناامید نباشین، تلاش بکنین. ما پیامم به جوانایی است که هیچگاه از آموختن دست نکشین، هیچگاه از اهدافی که دارین از او اهداف نگذرین. و ما امیدوار هستم که سال 1401، در سال 1401 پرونده تمامی بدبختی ها بسته شود، مردم بتانن که سال 1402 را، چون روزهای انگشت‌شماری مانده که تا پا بگذاریم به سال 1402، مردم سال 1402 را با خوبی آغاز بکنن، با خوشی آغاز بکنن، شاهد روزهای خوب باشن. در کنار از اون یک مسئله بسیار کوچک را رسولی صاحب اشاره میکنم، اویی است که باید در مکاتب، در پوهنتون‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم باز شود و همه همدیگر را بپذیریم. تعصب باید از بین بره و مردم حداقل یک زندگی نو را آغاز بکنند. بسیار عالی، بسیار خوشحال بودم که امروز در کنار شما بودم. سلامت باشی، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتی و لحظات خوب را با خودت داشتی. ممنون است، تشکر از شما. از شما عزیزا هم قلبا تشکر میکنم که تا این دم در کنار ما و برنامه گپ نو بودین و بخش حال و احوال را تماشا کردین. ادامه برنامه را با همکاران عزیز ما و بخش های خیلی جذاب و دوست داشتنی فراموش نکنید. گپ نو برنامه خودتان، به ادامه برنامه خوش آمدین عزیزا. و ما در برنامه خود وعده کرده بودیم که کمدی می داشته باشیم. کمدی هم دیگه ما تو دو کمدین بسیار جانانه و جالب که مطمئنا شما اگر پارچه های زیبا اینا رو ببینین یک لحظه تانم چی میگن؟ تو خسته کن تمام نمیشه برتان.
کی هستن؟ باشه یک راست. باشه. خیلی بیاین عزیزا بیاین. اول خب یک معرفی کنیم بعد از او باز یک پارچه جانانه و زیبای این دو همکار بسیار خوب ما را. سلام نصرت جان. خوش آمدین. سلام سلام. خوب هستین؟ خوب هستین؟ بخیر باشی. سلامت. سلام سلام سلام. خوب هستی عزیزم؟ سلامت. شب بخیر باشم. این خویی آدم این رقمی که بیا هیچ چارلی مارو مارو نمیشه یاموس امو نفر است امو یاموس خودشه. خب خوش آمدی عزیزم. شمالک میزند با برگ گندم. یک واوا داره بفت. وا وا وا. شمالک میزند با برگ گندم. وا وا وا. مسافر ماندم در ملک مردم. مسافری مرا دلگیر کرده. نگفتی چه رقم اینم تو؟ اینم تو. فلک برگردنم زنجیر کرده. دیگهش باشه. سلام حبیب جان، شبت بخیر. سلام خدمت خودت نصرت جان. سلام خدمت تمام همکارای عزیز، مهربان، دوست داشتنی و سلام تقدیم تمام عزیزای دل، وطنداران خوبم. همیشه خوشحال و سربلند باشی و بیننده برنامه خودت هم. زنده باشی لیاقت جان، خودت هم خوش آمدی. تشکر. فکر کنم از رای محفل همه تو طرف چی آمدی؟ خوبی کلوگکم پیدا کنی. کلوهش خود ثابت است. همه تو جلادار آمدی، نام خدا همه تو بشاش باشی. بجازتان، من قصه میکنم و گم میزنم مثل بلبل. یک سلام به هموطنهای گل. کمیل از برنامه شما را بینیده هستند. چه خوب شعر نگفت؟ آخرش قافیه نداشت. نه بسیار مقبول. من میگم موفق باشی که اما تو در کمدی هم موفق هستی. نه اما تو در اما تو شعرهای کمدی هم شعرهای جالب. خیلی خوش آمدین با تیم برنامه گپ نو و با جمع همکارایی که در برنامه گپ نو هستن. خب امروز دیگه میگن کدام پارچه دارین، ولی پیش از اینکه پارچه بینی میز میز جزا مون نامش هم همکارا من نمیفهمم چی مون لازم دارن برتون تخمم خواسته. تخم خواستین یک تخم کوری کنی خب گوش نشین پخته میکنه اما این شرطش فرق میکنه. امروز کدام نمایش اجرا میکنین امشب در برنامه؟ طنز را آماده ساخته محبوب جان که موضوعش از آب مدنی. نه آلودگی صوتی آب مدنی. بله ترجمه شد آب مدنی. بله کمپانی آب مدنی. خب آلودگی صوتی. آلودگی صوتی که ما چند وقت قبل هم پیام‌های زیاد دادیم داشتیم در مورد آلودگی صوتی. چطور از خودت یگان وقت آلودگی صوتی را احساس کردی؟ بسیار زیاد نازم جان، خصوصا در شهر و بازار که بری کراچی های لاسپیکرا و ای بسیار بتنگ میسازه. بسیار خوب. خیلی بازه این مورد همکارای ما برای شما اجرا خواد کردن اما حالا گیم براتون نصر جان تشریح میکنه. صحیح است؟ طرف اینجا سعی نکنین دیگه. این طرف سعی نکنین، طرف بالا. چی اگه هوای است نه؟ اگه هوای بسیار جانانه سر صدا باز بدن خواد آمد دیگه نه؟ خدا کنه یک باران بباره. یک باران بباره. خب شرطی گیم قسم از دیگه که نصر جان برتان میگه این قلم طرف ما آمد سعی نیست خودت اینجا شما دو تا با این خود بازی میکنم. شما دو تا بازی میکنم قلم که نوکش طرف هر کس آمد یک تخمه میگیره میخورم. چی میکنه نازم جان؟ نه برای خوردن نیست. چی میکنه؟ برای دیگه فاوی ببینیم که طرف دستر خود مشکنانه. ای اگر ما برنده شدم تخمه ای بزنه در فرق اگر طرف خودت آمد تخمه میگیری در فرق خود هم بر خو هر طرف هر کس که آمد بیا کمی چانس هم بیا طرف ما نبیا سعی نکن سعی نکن سعی نکن طرف خودشون خود وردار کن شمش برده خوشکو خوشکو ده دیگه نه ده نه بزور بات متالیک خب اون چارمت پایشه جو خب تالمان دستی باشه باشه پس مشکل نیست تالمان بودی تو خون جوشک بود ببین جوش او بابا جوش جوش چی کردی هست بر او بر ما مبره ای هم کار ما سال جوش بودی ایره گرفته پس مونده خام شده برو برو یکی دیگه میریم نمایش رو شانه در مورد آلودگی صوتی میبینیم و خودت برمیگردیم. صحیح است؟
تازه تر کاری تازه تر کاری دست در پا گندنه دست در پا گشتی زنه گندنه دست در پا من چی خوامی بینم در این نصب شو ای نه گرده نان قاق داره میخره پیپای گنه وسایل کانه داره میخره مهه آب معدنی تصفیه شده شرکت خودم لیتر یک افغانی این آب را ما از زیر زمین از دل زمین از ناف زمین پر کردیم لیتر یک روپیه خاله جان لیتر آب معدنی تصفیه شده لیتر یک روپیه یعنی سو او خاله جان لیتر یک روپیه شده بسم الله گپ یک کلان خو گوش کو نزاکت خو مراعت کو اونو منزل چاره دیدی خو مرا خواست خواه بیدار کدی صدای تو منزل چور میرسن؟ من میگم صدای تو پا چاشتواره مریض ما را اذیت ساخت خوب من مریض دارم در خانه دای گل و صبح تو کجا بودی؟ خب گفتم باش که او بیارم او مدنی بسم الله آلکاکا چرا میزنی؟ لیتر یک رپ آب مدنی از دل زمین آوردیم از زمین چقوری چقوری زمین خودم تشدیم پر کردیم لیتر یک رپ خاله جان بلا این دمو پس یک رپ آب لیترت میفهمی که من مشکل دارم مریض دارم تو صدای تو اذیت میکنه ای کوچره بیخی پیچان بی بی جان که لیتر یک رپ پیش بی ما باش که چی کردی؟ ای نه پیش بی پیش بی لیتر چند رپ سالا کو؟ لیتر یک رپ کاکو جان او مدنی از دل زمین از ناف زمین از چقوری چقوری زمین لیتر یک رپ بیا بیا لیتر یک رپ صدا ده صدا ده صدا ده چه قضیه چدی؟ اینما تو فکر کو که یک همسایه را اذیت میسازی یک مریض اذیت میسازی در این گل و صبح میبینی که چند بجه است؟ کاکا حالا خود گپت سیز تو بگی علی تره که ما دسلاف نکدیم لاسپیکر را مایده کدی نه اه این مایده شد منزل شش نشنیده چند منزل داری دیجه راستی؟ چند منزل؟ منزل پنج کلش پنج منزل است؟ پنج است آی 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 منزل پنج ما به مدنی ای 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 خاله جان او مدنی لیتر یک رپ خودم پر کردیم بر از این عمق زمین از این چقوری زمین گرفتیم پر کردیم لیتر یک رپ کاکا ای چیز اپارتمان تو نل داره او او ما 24 ساعت او نل داریم ماجد به او تو نیست که صدا میکنی اونو همسایه چپ اونو همسایه چپ نل نداره بیچاره چام نداره اک صدا کو اگه بگیره خب او همسایه او او مدنی هیسو شنید او همسایه را میگم او مدنی او نصرت جان بازم خودت هم بیدابی برنامه خوش آمدی تشکر میخوایم نظر خودت در مورد فرهنگ شهرنشینی داشته باشم ماشاءالله خودت هم شهرنشین هستی مطمئنا خیلی پدیده هایی که برای دیگرها برای دیگر متنای ما آزاردهنده است برای خودت هم ناخوشایند است بله پس چی چیزا خودت ناراحت میسازه در اجتماع که میبینی خب نازم جان وقت ما داخل شهر زندگی میکنیم قبل از اینکه زیادتر حالا خب مردم از هر گوشه و کنار کوشش میکنن که بیان داخل شهر زندگی کنن اول باید به نظر ما فرهنگ شهرنشینی را یاد بگیرن بعد از او داخل شهر زندگی کنن چون داخل شهر بیروبار از یا نفوس بسیار زیاد میباشه یک چیز را که میخورن سر سرک نندازن یا اگه میخواین یک عذر داشته باشن عذر شرعی البته میفهمی میتونن یک جای گوشه را پیدا کنن در اونجا برن یعنی عرف تی است که یک جای گوشه برن یک کثافت بنازن نه کثافت نه که بر کثافت دانی خود تقریبا در شهر است یک اون عذر شرعی دیگه که همکار ما خیام جان از عذر زیاد می داشته باشه دیدگاه خیلی زیبا و عالی اما نظرها متفاوت است اجزا نه تنها موضوعی که ما در شهر که میشینیم این موارد را مراعات بکنیم فرهنگ هر آن چیزی را که ما و شما برای خود ما نمیپسندیم برای دیگران نپسندیم
یعنی چیزی که ما را آزار میدهد یا آزار میده همگی اجزای ما که در جامعه در محیط ما حول خود میبینیم همه ما را آزار میده. اگر ما شما در یک موتر هستیم کس سیگرت دود میکنه، بله، برای خودت حساسیت داری، ناراحت کننده است، نه؟ خصوصا ما باز بیشتر چی در شهر باشه دیگه ناراحت کننده است، چی در ولایت باشه همش، بله. یعنی فرق نمیکنه، فرهنگ فرهنگ است. چی کثافات ایجا بندازی شهر ما خانه ماست، چی در ولایت، پس فرق نمیکنه. ما شما باید روی فرهنگ کار بکنیم. به می دلیل هم یک کمره مخفی بسیار زیبا را خیام جان نبی‌زاده آماده کرده که یک مشکل تکنیکی پیدا کرده که میخواد در یکی از نقاط مزدحم شهر رفع حاجت بکنه. این که چی است، گپ ادامش میریم به ادامه برنامه میبینیم. بخش کمره مخفی را همچنان گپ نو با شور حیات جان ادامه خواهد داشت. بیادر سلام علیکم، خوب هستی؟ لالا خیلی خیلی بخیر هستی. امیده که من بگی یک تشناب میکردم اینجا بسیار وضعیتم خراب است بیادر. اصال هستم نمیفهم شو گشت قاب دادن من بسیار وضعیتم خراب کرده. این یک دقیقه اینجا استاده میشدی یک تشناب میکردم. خیر هستی، خیر هستم. یک دقیقه وارم آبروی مرا مد نظر بگی خیر هستم. ام یک دقیقه در بغلم استاده شم اینجا من یک تشناب میکردم. ما اینجا در بغل ما استاد چه کس نبنیم آلی اوجا خب میبنیم کس. ما گفتم تو در بغل ما استاد میشیدی که کس نمیدیدم بکنم بکنم خدا چی کن؟ اینه داخل لسه ببندیم بغلک تشما بس اوجا نمیمونه خیلی راحت میمونه ما خیلی کار آجل دارم. خیر است، یک کمک میشینین امرای من. حالا ما تو تشما بنشون میتو آلا خود دمی پیاده رو میششتم. خیر است، بسیار وضعیت من خراب. حال تو گای دل درد نشدی؟ ما شدیم خوب مگم، تو حد امکان تانستیم خدا بجای جو رسیم. خیر است، حالا می قدرم کاری را کدیم کن. خیر است. بسیار بده، تو برو داخل تشلیسه، بیا برو نمیجه تو دیم بغلق تشلیسه. حالا بسیار وضعیت من خراب است. باور کنیم این مشکل بر حال میکنم تو داخل تر میمونه، هیچ مشکل نداره. خیر است، امیره اکو هم کاری میکنیم. بسیار وضعیت من خراب است. خیر است. بیادر ببخشی، سلام علیکم. یک دقیقه کاکا سلام علیکم. کاکا خوب هستی؟ بخیر هستی؟ این بایک من خوب بگی یک راه همی یک تشراف میکردم همینجا خیش تو کنم، وضعیتم خراب است. لالا میبخشی این بایک من یک دفعه بگی بسیار وضعیتم خراب است، یک تشراف میکنم همینجا استاده شدیم بغلم خیر است. همی یک حالا می آلت سر خودت نام امی بایک ما بگی از خیرت هم اینجا استاده شما یک تشناب میکردم بسیار وضعیتم خراب است. خیره گفت نفسته باسم استاده استی خیر اینجا استاده شد بسیار وضعیتم خراب است. مرا شب گوشت قاق دادن بسیار وضعیتم خراب است. اینجا یک تشناب میکردم همینجا میشه استاده میشی؟ برا خیره بسیار وضعیتم خراب است. در چی برا؟ در کجا برا؟ ریاست آل دور است والا خیر است همینجا استاده شما یک تشنا نه گفت نیست استاد می باشم خیلی جاد گفتم والا بسیار وضعیت ما خراب است گفت نیست استاد خیر کس چیز نخواد بگویه نه کار را نمید خب همینجا گفتم تو در پشتم استاد می شدی یعنی که مرا کس نبینه نه از اون خیر است یک کمک شو همینجا که دیدم اینجا برو دیدی پشت اینجا چی هست در کدام پشت بیاد نه همینجا گفتم بکنم دمی نه نه والا بسیار وضعیتم خراب است اینا میاله کم است که برای از پیش الله یا کم خیر پیش بیا اینجا چی جای گوشت الله اینجا نمیشه نه گفتم جای گوشتر از اینجا اگر اینجا کنیم چی گپ است خیر یکم پیش بیا حال اینجا کس چیز میگه نه چیز خودم گفتم اینجا جای گوشتر خیر بچهش بیاد یک دفعه ببخشی این بایک مرا بگی بچهش بسیار ما وضعیتم خراب است اینجا یک تشناب کنم بسیار وضعیتم خراب است اینقدر خراب است که تو به شو مرا گوشت قاق داده یه سوال است نمی بغل سرک میشینم اینجا خیر است یک پرده مکنی صحیح است؟ صحیح کدی یک چیزی بگی مقصد شالک نداری چیزه ها؟ یک شالک مالک تا اینجا بگی مدن بغل بشینم یک تشناب کنم خیرم جمپر تا بگی بچهش باز کس خود چیز نمیگه در اینجا که تشناب کنیم ما چون میگه الله تو تاو میتا دل من
بسیار وضعیت ما خراب کرده بچش. میتیم پتیتا نمیت خیر است امیر تو همین جمپر تا بکش بچش خیر است امیجا آل بچش ما رفتن هم میتونم بسیار وضعیتم خراب الله الله امیر کمک میشود امیجا خیر است همین خیر است امیر یک جمپر تا میگرفتی بچش امیجا با چیز نخواد بگوی مرا کسی در اینجا چیز نمیگه که بکنم استاده شکریم میشه؟ استاده میشی؟ خیر نیم اینجا در بغلم استاده شو بسیار دل دردستم شو بچه مرا چی داده؟ بسیار دل دردستم عقو دامن شدیم حتما خودت هم شدی گای دیگه برو استاده شو ما استاد میشیم خو خیر خدا برو خدا نگره خیر است یک دم بغلم استاد شو که یک پرده کنی که به در معلوم نشم کس چیز نمیگه ما چه میگوش نمیخوام نه حالا اینجا نه پیاده رو تو آدم بشینه پروا نداره خیره نه دیگه پیاده رو باید نشینی خب گوشا برو اون پشت این چی حالا اینجا خانه مردم چیز نگویه مرا اینجا خب پارک است خیر است مجبوری شو چطور میشه خاله خب من از اون خاطر میگم اون خانه مردم است من گفتم مگر اینجا پشت پارک تو را پیاده رو تو نه نه پیاده رو ما حتی ما اجازه نمیدیم خب پیاده رو بس بسیار وضعیت به خراب کرده بده حالا خب من گفتم نه خیر ما پردیز برات پرده میکنیم بازم دوشوی بغل است کجا است بغل پارک بسیار دنم تاومه گایت من خودت هم شدی تو نه نه تو نه ما گفتم من اینجا بشیرم مگه آل من رفتن نمیتونم تا اوجه خب نمیشه هیچ امکان نداره نه بیادر اینجا امکان نداره خب اون بغلا اون داخل کرداغ میری جای هست آل اوجه من گفتم اوجه خالص خانم والا میشه ولگه خالک انسان مجبور شوه مجبوریت هست دیگه بسیار مرد دلم تا اوه آل رفتن نمیتونم ما سرشانه میبرم تا سرشان زله میشی تو هم مسلمان با مسلمان نسازه نمیشه به بباریم تا آل اینجا نمیشم اینجا استاد میشیدی یک دقیقه گپ بود خلاص میشه اینجا میمار رو ناقه کدام یک گپ بذاره دارم خب الله وضعیت من بسیار خراب از بزنشه والا میره یک کار میکدی خیره سک یک جمپرت هم میکشیدی خیره او بچه این حالا بچه شمیر از سر شما هم آمده باشه گایی دیرین یا برو اینجا دو میزنه ما رو هم دو میزنه کی دو میزنه والا اگه هیچ کس بگه حالا در اینجا هر کس میکنه حالا اونه اونجا هم سعی کن جنگلی ها رو انداختن در جویا خیر است بچه شالا ما هم اینجا یک پرده مکن خیره الله وضعیت هم بسیار خراب است آل اینجا تو نمیگیری برام یک پرده اینجا ما رو هم دو میزنن خب نمیشه یادر سلام علیکم خوب هستی به خیر هستی خیر خیر هستی بایی که من خب بگی همینجا یک تشناب میکردم یادر سلام علیکم خوب هستی به خیر 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 به خیر هستی بایی که من خب بگی همینجا یک تشناب کنم یادر میشه خیر است امیر اکدی ما کمک میکنی لالا سلام علیکم جور بخیر خوب است این بایی که ما بگینم اینجا یک تشناب کنم بچهش بسار وضعیت بود لالا یک دقیقه ببخشی کار دار سلام علیکم تو همی کراچی تبان بیای طرف همی بایی که مرا بگی از خیر بچهش ما بسار وضعیتم خراب است دل درد است اینجا یک تشناب میکدم یک دقیقه استاد میشید یه دستمال تا بگی خیر است یک دقیقه پرده که برم کنم یک تشناب کنم میشه آلا خو اینجا خب باز نمیشه خیر است همینجا تو پرده بگی من یک تشناب میکدم خیر است کس نبینی من برو همونجا برو چیزی بسیار بچهش وضعیتم خراب است برو همونجا نمیگی گای وقت رو والا سر تو میالت نامده برو همونجا بیشیخ بای بچهش بسیار والا وضعیتم خراب است خیر است تو بیا یک دسمال بگم تو بیا خیر است یک دقیقه خیر است یک دقیقه بیا همینجا یک دقیقه استاد شو اینجا من یک دقیقه واره خیر است تو بیا خیر است خودت استادش آلیجا با چیز نمیگه کسی ما چیم دیگه چیز میگه نمیگه خود تو بیا خیر است تو استادش هم اینجا اگر کسی چیز گفت باز سایی که بگایی شب بگو خیر تکلیف داشت خیر بچهش بیا یک کمک شو
بیا خیر استک ام یک دقیقه تو استاده شو تو که استاده باشی من میتونم همین کارا بکنم اگه نباشی من نمیتونم الله وضعیت من بسیار خراب کرده بچه بسیار دل درد است حالا گاهی وقت توی تو شدی حالا گاهی وقت دل درد نشدی الله این سعی که میشه مرا گوشت قاغ دادن تو کدن تو خوردی گاهی گوشت قاغ گوشت قاغ نمیتادم هم میکنم بیا خیر است یک دقیقه وره تو بیا خیر است بیا با چشم میرم خیر است حال تو که استاد نشی من چه رقم بکنم خیر است دستمالتا بگی یک دقیقه خیر است تو بیا با چشم خیر است اولا وضعیت من قرار حال تو همه قدر خیر است که در پارک کنم در پارک ها کس چیز میگه شارواله چیز نمیگه خب چیز نمیگه در پارک خوب است که آدم بکنه در کجا خوب است بکنه بیا هم په خیر او ګرځیدای د کمرې مخفي خوم وکټل او هیله ده چې تاسو هم کله چې په خار کې هر چیرته ژوند کوي دا نقطې په پام کې وساتئ چې او چیرته دا خار وس او آباد خار دا او افغانستان وس یو پیوړی هیواد دی او پیشرفته هیواد دی نو کولای شي تاسو یو چیرته ګوښه لرسي او خپل را فاجت خپل مشکل حل کړئ تو نورو ته مزاحمت ونه شي نصر جان کم خنده در خدمت شما هستیم و میرسیم به پایین برنامه بخش سرامت آرزو دارم تا این لحظات برنامه گپ نه و مورد پسندتان قرار گرفته باشه با بخش هایی که تقدیمتان شد و در بخش سرامت هم زندگی جابر خان را یک گزارش را عفیف جان امیری تهیه کرده بود از یکی از هموطنای ما که البته محتوایش بیشتر بر خودت معلوم است که چی قرار بود یک بچه های بسیار خردسال بود که در سطح شهر موچی بود این موچیگری میکرد کفاشی و ایر حفیجان امیری روز شد که با او روبرو شد و یک گزارش لایف در صبح زندگی داشتیم باز مردم باز انتقادا را کردن که چرا شما ایره نشر کردین و به مو خاطر ما کوشش کردیم یک گزارش بعدی بسازیم که او را یعنی یک نقطه مثبت بود ده او یک خانم بود که او را اسپانسر کرده بود حمایت کرده بود بسم. و بر از او خانه گرفته بود و همه چیز او را در مکتب هم شامل کرده بود یعنی اول خو از تلویزیون آریانا و از همکار عزیز ما افیزان امیری با گزارش های بسیار زیبایش سپاسگزاری میکنیم که گزارش های بسیار زیبا را تقدیم شما عزیزا میکنه و در بخش آمدم امی گزارش حفیظان امیری از زندگی جابر خان که یعنی کاملا متحول شده از کفاشی یکی از هموطنان ما کوشش کرده که اینا رو با وجود از اینکه البته برنامه اول حفیظان که نشر شد گزارش اول یک کم منتقدین خودم داشت و قابل نقد کردن ولی دوباره وقت گزارش بعدی را از تغییر زندگی جابر خان حفیظان البته آماده ساخت خیلی پربیننده بود و کامنت های خیلی خوب رم گرفتن که نصر جان یک چند کامنت هم میخونیم و میریم امی قسمت گزارش حفیظ هم میبینیم درست است؟ درست است امی انگلیسی شم میخونیم دلت امی انگلیسی شم بخون خب وقصت خلا نکنین You're a great person with good heart You should just ignore the people with negative response Without your help the kid still will be still in streets اما تو یک چیز یعنی گفته کمک کردین و اگر شما کمک نمی کردین و گزارش شما نمی بود ایتفلک شاید در سرک می بود ایرا جان جانسون گفته یک کومنت هم می خوانم به نام آریا یک کس کومنت کرده در پناه خدا باشی حفیظ عزیز و بله سنگل هست نامای انگلیسی است دیگه من نمیفهمم وطنای ما شاید آیدی شان می نام بوده باشه ولی هر کسی که هست سپاسگزاری می کنیم گفته خداوند به کمک خواهر مهربان را خو کسی را که البته کمک کرده گفتن خداوند به او خواهر مهربان ما کمک بکند سلامت سپاسگزاری میکنیم بریم گوشه از گزارش افیزون امیری را میبینیم و ما از حضور شما مرخص میشیم عزیزا این بود برنامه گپ ناو که تقدیمتان کردیم تا برنامه بعدی که باز هم با موضوعات مختلف و بخش‌های مختلف متفاوت که در امشب ما یک بخش جدیدم کمدی کم
دو کمدین عزیز، دو همکار بسیار عزیز ما بخش کمدی را هم تقدیمتون کرد. تا برنامه بعد که خدمت شما حاضر میشیم، شما را بالای پاک رضال میسپاریم. نصر جان گفتنی نباشه تر بیا بل خبرونه چه دست زنگرو مطلب و سرستا سو پ چوپړ کی حاضریگو د الله پامن. وی فراموشم نشه نصر جان. شما عزیز کامنت بگذارین، کامنت های شما را همچنان در برنامه خودتون به خانش خود گرفتیم. وقتتون بخیر، الله نگهدارتون. چطور هستی؟ در تلویزیون مانتی خواه؟ در فیسبوک آنتی؟ در فیسبوک آنتو؟ آه ایخ چرا؟ چرا؟ بخواه مشکل هست؟ اونجا با در خوارم نشان میتونم ایشم حال دوزی خلا میکنم دیگه، جرم جرایت نمیکنم و نام حلال پایدا میکنم. آفرین، گفته خودتو نگفتی دوزی نمیکنی، جرم نمیکنی. اینا نام تا همه بابا جابر خان. چی؟ جابر خان. جابر خان؟ آه. امی گوش های من ایزر اگر گرنگ شده در این روزا خو؟ گوشکی مون گرنگ نیست. آه؟ گوشکی مون گرنگ نیست. زدقیت چم؟ پدر چی کار میکنه؟ پدر مادر اگر پراست موگه مرده. پدر جان فوت کده؟ الله خدا ببخشید. شبخانی بی دو سرحتی که تیره زد از اگر در روز پیش مرد. راستی بیادرک های دست خود کده کلا نیست؟ آه شکر خورترکش ماست. نه خورترکش توستی؟ خورترکش که خبا غیرت است و کلانش خودم چه خبا غیرت باشه؟ نه کلانش بی غیرت است، بنتفاق است. های های دیگه یه چی که کتبال است یک بیادر کلان و با خود و قلون است اینجا مسافر ها ولی با چیز که پیدا کلی مومیر قلون است. قربان چم جابر جان. خیلی ایچ از من میفهمم که احساست دیگر رقم است همیال نه، ولی خوشحال هستی؟ آه خوشحال هستی بزار ما خیر بمینید. خواهش میکنم زامت های تو بخشیم. نه خواهش میکنم، وظیفه ایم است. هدف ما آمدن ما اینجا صرف ای بود که نشان بتیم که خدا خیر بتا فامیل آمد جان و فراد جانه که بیرون از افغانستان از فامیلشان کسی است، از اونجا جابر جان کمک کردن، برای ما تماس گرفتن که بیا یک دفعه از نزدیک ببین. اتاق برشان گرفتن، پیسه خرج شان میتن، از سلمانی امام گرفته تا کل گپا. قربانت شم جابر جان، بسیار تشکر، بسیار تشکر، بخیر باشی. خوش شدم، خوش شدم از دیدنت. ما و جابر دیگه گفته یگان تا یعنی هستیم، آلین شکر خوب باز پیدا شد که ما در اونجا دیگه سرنخ از جابر جان نداشتم، آل دیگه پیدایش کردیم دیگه، گفته یگان تا خبر تا میگیریم، اعتراب نیست که باز الایت بتیم. سعیز؟ آه دیگه لالای کلانت، یک لالا داری کلان، این مام لالایت است، مام در خدمت است. سعیز است؟ سعیز خیلی. قلبن سپاسگزاری میکنم از همه شما، گزارشای من میبینین. خداوند یار نگهدارتان باشه تا فردا و یک بخش دیگه از کابل که گزارش میداشته باشم. خدا حافظ.